روز که بیشتر به ما از جزئیات این موضوع بگو. فرهناز، در طول چند روز گذشته منابع خبری در اقلیم کردستان کم و بیش خبرهایی رو منتشر کرده بودند در رابطه با فشار سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی ایران به مقامات اقلیم کردستان برای اینکه مواضع احزاب اردوگاه‌های احزاب کرد ایرانی که مستقر در اقلیم کردستان عراق هستند رو تخلیه بکنند. اما وبسایت شارپرس خبری که دیشب منتشر شده و بسیار در رسانه‌ها در افکار عمومی منتشر شده این بوده که به نقل از منابع مطلع نوشته توافقی بین مقامات اقلیم کردستان عراق و جمهوری اسلامی صورت گرفته که طبق اون در مرحله اول مقرهای این احزاب در مناطق مرزی در مناطق کوهستانی تخلیه میشن، بعدن سپاه پاسداران یک توقف حملات رو اعلام میکنه و بعد از اون گفتگو میشه در مورد اینکه اردوگاه ها و مواضع احزاب در داخل شهرها تخلیه بشن. حتی روز گذشته ناظم دباغ نماینده اقلیم کردستان عراق در تهران با لحن بسیار تندی در مورد این احزاب صحبت کرده بود، گفته بود که بارها به اونها گفته شده که نباید از خاک عراق یا اقلیم کردستان برای حمله به ایران استفاده بکنن، در حالی که این ادعا همیشه از سوی سران احزاب کرد ایرانی رد شده. اما خب ناظم دباغ دقیقاً در ایرنا اشاره کرده به اینکه گفتگوهایی بین هیئت‌های اقلیم کردستان و سپاه پاسداران در رابطه با تخلیه مقرها شده و اونطور که اون گفته مرحله حالا گفتگوها شامل این هستش که آیا فقط مقرها در مناطق مرزی تخلیه بشن یا در داخل شهرها هم تخلیه بشن. این چیزیه که دقیقاً ناظم دباغ بهش اشاره کرده. حکومت اقلیم کردستان یا هیچ یک از نهادهای امنیتی رسمی در این منطقه به طور رسمی اظهار نظری در رابطه با صحبت‌های ناظم دباغ، اظهاراتی که شده و حتی این خبر شارپرس نکردند. اما خب دقایقی پیش من با آقای عبدالله آذربار مسئول امنیتی کمله در این رابطه صحبت کردم. اون تایید کرد که جمهوری اسلامی ایران در گذشته از طریق دیپلماسی و حالا از طریق فشارهای خودش در این راستا داره وارد می‌کنه به احزاب که هر چه سریع‌تر مواضع خودشون رو تخلیه بکنن. اون گفتش که احتمال داره چند لایه در مناطق مرزی تخلیه بشن، اما در داخل شهرها اگر جمهوری اسلامی ادامه بده به فشارهای خودشون ما مقاومت می‌کنیم و این فشار رو قبول نمی‌کنیم. در هر صورت چیزی که اینجا وجود داره اینه که فشارها به احزاب کرد ایرانی از سوی سپاه پاسداران همچنان ادامه داره.